جمهوری اسلامی ایران گفتگویی را مفید می‌داند که نتیجه آن لغو تحریم‌های ظالمانه باشد. جمهوری اسلامی ایران در عین دفاع قاطع از تمامی حقوق و منافع ملت ایران به دنبال همکاری و همگرایی گسترده اقتصادی و سیاسی با جهان است. من به دنبال تعامل مؤثر با همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه هستم و دست آنها را به گرمی می فشارم. ما چیزی بیش از حق خود نمی خواهیم. ما خواستار اجرای حقوق بین الملل هستیم. همه طرفها باید به توافق هسته‌ای و قطعنامه سازمان ملل متحد در عمل پایبند بمانند. 15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات خود را تایید کرده است. اما امریکا به تعهد خود که لغو تحریم هاست عمل نکرده است. نقض عهد کرده است. از برجام خارج شده است. تحریم های بسیار بیشتری را بر ملت من تحمیل کرده است. آمریکا به اشتباه فکر می کرد ما مستعسل می شویم. اما ایستادگی ما جواب داده و همواره جواب خواهد داد. در سال گذشته دو تصویر تاریخ ساز شد. 6 ژانویه که به کنگره آمریکا مورد هجوم مردم آمریکا قرار گرفت و در آگوست که مردم افغان از هواپیمای آمریکایی به پایین پرتاب شدند. از کاپیتال تا کابل یک پیام به جهان مخابره می شود و آن نظام سلطه آمریکا بی اعتبار است، چه در داخل و چه در خارج. امروز برای جهان مهم نیست که آیا آمریکا اول است یا اینکه آمریکا برگشته است. اگر عقلانیت در دستور کار تصمیم گیران باشد، باید بفهمند که استقامت ملت‌ها قوی‌تر از قدرت ابرقدرت‌هاست. اشتباه آمریکا در چند دهه گذشته این بوده: به جای تغییر روش زندگی خود با جهان، روش جنگ خود با جهان را تغییر می‌دهد. راه غلط را نمی‌توان با روش متفاوت به نتیجه رساند. تحریم روش جدید جنگ آمریکا با ملت هاست. تحریم علیه ملت ایران نه از زمان برنامه هسته‌ای و نه حتی انقلاب اسلامی شروع شد، بلکه از سال 1951 یعنی زمان ملی شدن صنعت نفت آغاز گردید و منجر به کودتای نظامی علیه دولت منتخب ملت ایران شد توسط آمریکایی ها و انگلیسی ها. تحریم به خصوص تحریم دارو در دوران کرونا جنایت علیه بشریت است. جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه از ابتدا اهتمام به خرید و واردات واکسن از طرفهای معتبر بین المللی داشت، اما تحریم‌های دارویی مقابل ملت ایران قرار گرفت و لذا از همان ابتدا به فکر تأمین پایدار واکسن از طریق تولید داخلی قرار گرفتیم.